اینجوری نگاه میکرد. پشمک هستم. Siz gibi duyarlı insanlar var yani. Hani başkalarına sor. سلام همراه گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه، شاد باشید هر جای کره خاکی که هستین. بازم من اومدم با یه ویدیو دیگه، اما این ویدیو متفاوته. میشه اسمشو بذاریم روزمرگی. یکی از دوستان زنگ زد، رفته بود خرید، گفتم بیا با من بریم خرید کنیم. همینجوری اصل دوستاش خونه بود، همسر جانم رفته بود بیرون خونه ننه جونش، منم گفتم که منم برم بیرون. منم اومدم بیرون، برم پیاده میرم، ماشین نیاوردم چون بعضی موقع اصلا دلم نمیخواد رانندگی کنم. پیاده روی تو این هوا خیلی حال میده. اینجایی که الان دارم راه میرم چای بوی بهش میگن، منطقه هست که سمت خونه ای ما هست، محله هم حساب میشه. بالا رو ببین چقدر قشنگه این بالا. اون وسط این خیابونه، وسط این راهی که پیاده روی میکنیم گل هست، بعد وسطش رودخونه هست. اون تا الان آبش کمه، اینجا موتور فروشی و دوچرخه فروشی، آبش کمه اینجا. نه نگاه کنید این پله اینجا، تا به سونه آبش کم میشه این رودخونه. ماشین لهمون نکنه، پس به اون رد بشیم. تشکیل دارم بچه. اینجا یه چیزی که خوبی که داره، مثلا فکر کنید من تو ایران اگه این حرکت رو میزدم، مثلا فیلم میگرفتم از خودم، همه اینجوری نگاه میکردم، ولی اینجا کسی نگاه نمی کنه، براشون زیاد اهمیتی نداره. مطمئن باشید اگر دیدید یکی داره نگاه میکنه، یه ایرانیه که داره نگاه میکنه. این کلن ایرانی هایی تو اصلا آره به بهمون برای خیابون اصلا نگاه من نمی کنم. شاید حالا یک کم نظرش رو جلب کردم به خاطر که زیبا هستم، چون اینا خانم های ایرانی رو خیلی دوست دارن. کلن خانم های ایرانی اینجا خیلی مرتب می پوشن، کلن هر جای دنیا باشن شیک پوش هستن، آرایششون رو خوب انجام میدن، به خاطر همون جلب توجه میکنن، ولی زیاد نگاه نمی کنم. حالا این خیابونی که دارم میرم، بچه اینجا عکاسی بود که من و همسرم اومدیم عکس گرفتیم برای ازدواجمون. اینه عکاسی هستش، اون آقا هم عکاسمون بود. دیدین شناخت منو. دیگه داشتم با شما عزیزان صحبت میکردم، دیگه نشد صحبت کنم. درخت توت هست. صدای رعد و برق رو میشنوین؟ الان بارون بباره، منم اینجوری اومدم بیرون. شما هی میگید علی ساقی کجایی؟ الان میگی پیاده روی کن، لاغر میشی. نگاه کن چجوری دارم پیاده روی میکنم، برای هیچ فایده ای نداره به خدا. بچه اینجا مارکت شوک هستش که اروپا نمیدونم هست یا نه، از این مارکت ها اگه هست اسمش چیه. اون برای خیابون هم داروخونه هست، بهش میگن ایزانه. این هم سمیه هست. خواه چقدر طولانی شد. آره علی ساقی میگه که پیاده روی نمی کنی. نگاه کن دارم پیاده روی میکنم الان. من حداقل در روز چند ساعت اینجوری پیاده روی میکنم، ولی هیچ فایده‌ای نداره. من برم عمل کنم. این سه شنبه وقت دکتر دارم، ببینم دکتره چی میگه. خدا کنه نگه وزن کم کن بعد بیا عمل کن. بچه رازی به این موضوعی میخواستم توضیح بدم. یکی از دوستان توی کامنت پرسیده بود که سوال کرده بود که
نفست از جای گرم میاد، رفتی اون ور آب، پولدار بودی رفتی اون ور آب، چه میدونی به ما چی میگذره اینجا؟ رفتی اون ور آب پولدار بودی. بچه من اومدم هیچ پولی با خودم نیاوردم اینجا، فقط پول بلیط هواپیمامو دادم اومدم و از روز اولی که وارد ترکیه شدم کار کردم، ولی زبان بلد نبودم، خیلی سخت بود برام. کارهایی که دوست نداشتم و مجبور بدم انجام بدم، مثلا توی محیطای عمومی کار میکردم، یه سری کارهایی که مثلا کارهای خدماتی حتی که اصلا توی عمرم انجام نداده بودم. من چون خودم توی شهرداری تهران کار میکردم، خودم مسئول پروژه‌ای بودم که چند تا کارمند زیر دستم بود کار میکرد، بعد اومدم اینجا صفر صفر شدم، بعد مجبور شدم برم یه سری کار خدماتی انجام بدم اینجا، به خاطر اینکه زبان بلد نبودم. ولی ظرف مدت کوتاهی زبان یاد گرفتم، 5-6 ماهه، و شروع کردم توی گروه های افغانی و ایرانی فعالیت کردن برای مترجمی زبان، و به خودم قول دادم که اون موقع اگر اوضاعم اینجا روبرا بشه بتونم یه کار اوکی پیدا کنم که درآمد ثابتی داشته باشم برای خانواده های افغانی که اینجا نیازمند هستن، مشکل دارن، نمیتونن پول به مترجم بدن، من به رایگان براشون کار ترجمه رو انجام بدم. و خدا شکر الان تو اون نقطه هستم و هر کاری که از دستم بر بیاد برای عزیزان که واقعا شرایط مالیشون اوکی نیست انجام میدم. بچه کلا رو نگاه کنید چه خوشگلن، ببینید خیلی خوشگلن. پس اینجا قیلون فروشیه، خیلی هم داره، زیاد اهل قیلون نیستن اینا. این خانومه رو ببینید لباساشو چقدر خوشگله، گرینه فکر کنم. آره عروس اومده عکس بگیره، آسری عکس بگیره. آره بچه خلاصه این که خیلی سخت بود، خیلی سختی کشیدم. ببین یه چیزی بگم بهتون، تا سختی نکشی کلا طعم آرامش رو احساس نمی‌کنی. این پنبوک شکر بهش میگن اینا، پنبوک شکر پشمک هستن، پشمک های خودمون هست. چه سوکا تایوان داریم. ها ها. بیز سیدریدن görevlendirdik de biz bunların satışını yaparak sokak hayvanlarına yemek ve kalacak yeri imkanlarını sağlıyoruz. Sizlerden de gönlünüzden ne kadar kopartıcı destek bekliyoruz. Bize destek olur musunuz? Hı hı, olur. Bakayım nasıl, ne, nasıl konuda destek olabiliriz? Şöyle söyleyeyim. Biz bunların satışını yaparak bunları satıyoruz. Kazandığımız paralarla onları yemek, su kapları gibi şeyler koyuyoruz. Ve sizlerden de bunlar için destek bekliyoruz. آره بچه داره میگه که این کارتو ما میفروشیم برای حیوانا، غذا تهیه میکنیم حیوانا، سگا و گربایی که توی خیابون هستن غذا تهیه میکنیم. یهو اومد خورده پستم، این کارتو بخرین ما برای حیوانا غذا تهیه کنیم. یه رو بازار گرمیه دیگه، حالا این کارو انجام میدن که درآمدی داشته باشن. امیدوارم که حالا پولی که میدیم صرف اونجا بشه. نکادار و زمان گلونیزدن ne kadar toparsın, ne kadar istersin. Şu her çakart ki tabi meylesi mi gibi tüni bedi. Sen şöyle bu videonu devam et böyle. Tamamdır. Benden. Çok teşekkür ediyoruz yardımcı olduğunuz için. Siz gibi duyarlı insanlar var yani. Hani başkalarına sorduğumuz zaman yok hayır işte çok saçma buluyoruz falan diyorlar. Ben Atatürk'ü sevdiğim için, bu bayrağı sevdiğim için çok işte teşekkür ediyoruz. Çünkü yardım edeyim. Biz... Kendim Türk değilim, İranlıyım. Evet, teşekkür ama... ederim. Yardım etmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizin şeyinizde böyle bir işlem yaptığınızda arkadaşlara, İranlı arkadaşlara ben anlattım. Türkiye'de evet, öyle hayvanlara değer veriyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Siz görüşmek canım. Dileğiyle. Görüşmek üzere. Bana dostlar اینجوری کمک می‌کنم به حیوانا. حالا من پایین یه زاویه دیگه. خوشحال شدم. اینجا مسجد من خانمی هستش که داره
از رومزیا میفروشه. مرکز شهر رسیدم من. نمیدونم چند دقیقه شد ولی رسیدم مرکز شهر. از خونمون تا مرکز شهر فکر میکنم چند دقیقه است الان؟ یک روب 20 دقیقه است. فاصله داره. اینم مرکز شهر هستش. از اینکه با روزمرگی امروز من همراه بودین ازتون ممنونم. همتون رو دوست دارم. ویدیو رو تا آخر ببینید. لایک کنید. کامنت بذارید اگر خوشتون اومد. بازم از روزمرگی هم اگر خواستید براتون میذارم. اگر تمایل داشتید برام قلبای قرمز بذارید. از این حرکت ها که میگم. من رسیدم پیش دوستم عزیزان. فعلا به خدا میسپارمتون.